آیت خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در ورزشگاه آزادی برای ده هزار نفر از بسیجیان سخنرانی کرد. بیشتر سخنرانی او علیه آمریکا و علیه کسانی بود که نرمش در برابر آمریکا را توصیه می‌کنند. مهدی فلاحتی در استودیو با ماست. آقای فلاحتی آیا آقای خامنه‌ای در این سخنرانی حرف تازه‌ای داشت یا فقط محل سخنرانی ایشون به استادیوم آزادی منتقل شده بود؟ تغییر محل سخنرانی فی نفسه اهمیتی نداره فقط برای نشون دادن ویژگی این سخنرانی و موقعیت امروز کشوره. اون چه اهمیت داره این است که خامنه ای هر وقت خواسته با آمریکا مذاکره کنه اینجوری حرف زده و این حرف رو زده یعنی حکم دیو سفید رو پیدا کرده تو شاهنامه که هر چی میگه آدم باید عکسش رو باور کنه قبل از مذاکرات برجام یادمونه همین سخنرانی ها رو میکرد درست با همین دو محور که شما گفتین بعد آمد با اصطلاح مسخره نرمش قهرمانانه نشست پای میز مذاکره امروز هم اومد گفت هر کس فکر تسلیم شدن در برابر آمریکا رو در داخل یعنی ایران و حکومت ترویج میکنه خیانت میکنه درست همون جوری. همون حرفا و بعد با سراحت گفت آمریکا قدرت مالی و نظامیه همین آمریکایی که بارها گفته ایش غلطی نمیتونه بکنه من جمله خامنه ای رو میخونم عینا میگه یکی از تصاویر غلط این است که وانمود میکنن که در موضع قدرت هستن یعنی آمریکاییها. ها بله قدرت سخت افزاری آنها قابل نشان دادن است مثل پول و قدرت نظامی اما در مقابله جهانی حرف اول را قدرت نرمافزاری میزند یعنی منطق استدلال حرف نوعی که تبیین کننده زندگی باشد میگه طرف زور داره پولم داره باش ما با منطق مقابله میکنیم یعنی چی این حرف اگه جدی بگیریم یعنی باش حرف میزنم باش مذاکره میکنم تا دستش رو خرخره من بردوره خلاصه ممنون شما مهدی که همراه ما